بی هموطنان بسیار عزیزم در داخل و خارج از ایران خوشحالم که باز هم با شما هستم در برنامه امروز و فردای ایران از تلویزیون ایران فردا اگر یادتون باشه سه شنبه گذشته من در رابطه با برنامه و برنامه ریزی در ایران صحبت میکردم که قول داده بودم که باز هم این رو ادامه بدم و حالا قول میدم بازم ادامه بدم چون فکر میکنم که یکی از مشکلات گسترده ما در طی این سالهای دراز خاصه در این نزدیک به چهل سال جمهوری اسلامی همون فاقد برنامه بودنه اگر که ده ما ده برنامه ریزی مدرن رو در ایران بخوایم نگاه بکنیم شاید برمیگرده به سالهای اولیه سلطنت رضاشاه به سال 1303 همون محدوده ای که رضاشاه به قدرت عملا میرسه که مرحوم تقیزاده رو معمور میکنه که به هر حال به یک برنامه ریزی دراز مدت برای آینده ایران بپردازن خب اگر که این رو در ابتدای کار نگاه بکنیم میبینیم که بعد از دوران قاجار اولین باریه که یک نگاه اینچنینی به آینده ایران میشه تمام این دوران رضاشاه و دوران محمد رضاشاه اگرچه ما مشکلات سیاسی گسترده ای رو داشتیم ولی واقعیت امر اینه که در زمان این دو پادشاه بحث سازندگی ایران پیش رفته و مخالفین من هم یکی از اون مخالفین سلطنت هستم اگر انصاف سیاسی اجتماعی داشته باشم ناگزیر میگم که زیر های ایران مربوط به اون دور است و هرچه برنامه هایی رو ما مشاهده میکنیم در هر زمینه ای میبینیم که باز بر اساس همون برنامه های سالهای سلطنت به خصوص محمد رضا شاه در دوره جمهوری اسلامی ادامه پیدا کرده ولی نه با اون نیت و هدف بالاترین هدفی که جمهوری اسلامی دنبال کرده در برنامه بر میبینیم می که فقط تقویت بودجه نظامی در جمهوری اسلامی بوده ولی به چه قیمتی میبینیم که قیمتش امروز بسیار بسیار وحشت آور و فاجعه آور برای جامعه ایران شده من وقتی که اخبار روز رو نگاه می کردم، امروز وقتی که برخورد کردم به اون دختر بچه سه ساله ای که تو مشهد در شهر مقدس زیارتی مشهد در شهر امام رضا تو پارک می در حین تاب بازی و بهش تجاوز می کنن. برگردم به اون باز دختر بچه پنج ساله که هفتاد بار بهش از طرف ناپدریش تجاوز میشه برگردم به اون پدر بزرگی که تو دروازه غار به بچه نوه کوچولوش تجاوز میکنه این اینها به قیمت همون بالا رفتن بودجه نظامی و دفاعی در جمهوری اسلامی است که ما شاهدش هستیم که جامعه ما به چه روزی افتاده امروز دیگه از هیچ چیزی خبری نیست که ما بخوایم در مورد صحبت بکنیم برنامه ریزی یعنی چی؟ برنامه ریزی یعنی این که آدم مسائل امروز رو نگاه بکنه نگاه به فردا داشته باشه ببینه فردا باید چی کار بکنه این رو جلسه پیش هم در مورد صحبت کردم بازم صحبت خواهم کرد چون من مشکل رو در اینجا میبینم ببینید در بعد پیدایش جمهوری اسلامی از سال 57 من یک گله بزرگ از دو نسل پیش از خودم دارم اون زمانی که افرادی مثل مهندس بازرگان مثل آقای دکتر سنجابی من احترام براشون قائلم ما برای اینکه این آدم های پاکی بودن ولی پاک بودن دلیل بر چی نیست وقتی رفتم پیش آقای خمینی آقای خمینی ده بحثش چی بود شاه باید بره حکومت باید برانداخته بشه درست ولی اینها سوال نکردم که خب ما بعدش چه خواهیم کرد بعدش چه برنامه ای هست غیر از شعارهایی که به هر حال همه یادمون هست آب و برق مجانی میشه اتوبوس ها مجانی میشن یا نمیدونم همه خونه ها به همه آدم ها داده میشه و امروز خب نتایجش امروزه این ادامه پیدا کرده این گله ها ادامه داره اونهایی که به هر حال تلاش کردن در ایران بمونن حالا در حکومت رفتن هیچ تفاوت نمیکنه من نمیخوام که ایرادگیری بکنم میخوام نقص برنامه رو نگاه بکنم شما از زمان آقای رفسنجانی نگاه بکنید آقای خامنه ای نگاه بکنید تا به امروز تا به امروز ما همش درگیر همین مسائل هستیم درگیر این هستیم که شعارها و ها رو تقویت بکنیم نمیایم به آقای خاتمی که بزرگترین رأی رو بعد از جمهوری اسلامی رأی به جمهوری اسلامی اوورده نگاه بکنیم و ببینیم که سخنگوی دولت آن زمان وقتی که سه ماه بعد از انتخاب آقای خاتمی بهش مراجعه میکنند و بهش میگن که برنامه اقتصادی شما برای این چهار سال چیه آقای مهاجرانی سخنگوی دولت اون زمان که حالا در لندن تشریف دارن حالا عزیز دردونه بی بی سی هستن آقای مهاجرانی میگن که ما برنامه اقتصادی رو گذاشتیم برای دوره بعد یعنی اینکه هم میدونن دوره بعد انتخاب میشن هم نیازی به دوره اول نیست مثل مسائل اقتصادی این در حالتیه که تمام این دوره ها مشکل مردم مشکل اقتصادی بوده تا به امروز رسیده وقتی که از آقای احمدی نژاد سر میخورن به آقای موسوی پناه میبرن جنبش سبزی به وجود میاد ولی آقای از آقای موسوی هم سوال نمی کنن که تو میخوای چیکار کنی باز من فکر می کنم که میر حسین موسوی شرف داره به بسیاری از خیلی از اینها حداقل حد میاد تکلیف خودش رو با مردم روشن میکنه میگه من میخوام به دوران طلایی امام برگردم اون میگه من چی میخوام بقیه نمیگن چی میخوام وقتی که باز برمیگردیم جلوتر میاییم، به دوران آقای روحانی میرسیم میبینیم که چهار سال فوش به احمدی نژاده. در این چهار سال هیچ چیز دیگه رو شما نمیبینید میبینید که برجام به وجود میاد ولی نتایجش امروزه اینی که ما دست و پا بسته به پابوس امریکا بریم و آقای اوباما هر چی میخواد رو انجام بدیم هیچ تعهدی رو بعدش قبول نمی کنیم. این دوره چهار ساله رو نگاه بکنید به آغاز امروز نگاه بکنید. آقای خاتمی چی میخواد از آقای روحانی؟ آیا بهش میگه که تو برنامت برای این چندین میلیون گرسنه چیه تو برنامه برای بیکاری تو جامعه چیه تو برنامه برای این همه فرار از جامعه چیه تو برنامه برای آسیب های اجتماعی این تجاوز ها به این بچه های کوچولو چیه تو برنامه برای ده مسئله ده فردای ده بچه های ایران چیه هیچ کدوم اینها نیست آقای خاتمی وزیر میخواد از آقای روحانی چیز دیگه وجود نداره ما اگر که اینجا رو همینطوری جلو بریم باز برمیخوریم به اینکه کجان اون آدم هایی که قبل از انقلاب مثل قوام سلطنه ها مثل ابتهاج ها من رو باز دوباره ده خاطرات ابتهاج رئیس سازمان برنامه و رئیس بانک ملی در ایران میندازه میگن به حال توی این خاطرات ابتهاج نوشته شده زمانی که رئیس بانک ملی بوده قوام سلطنه ابرقدرت در اون زمان درخواست دیویس هزار تومن وام میکنه از ابتهاج ابتهاج میگه که چشم حتما انجام میشه منتها باید که یک وسیقه بگذارید یک معرف داشته باشید یک امضای دوم داشته باشید قوام سلطنه میگه من نخست میگه فرقی نمیکنه شما بر تبع اساس اساسنامه بانک باید که وقتی که تقاضای وام میکنید یک نفر باشه که شما رو بتونه توجیه بکنه و از نظر مالی میگه که رئیس دفترم میگه رئیس دفتر شما که پول نداره که میگه که علی امینی میگه علی امینی خیلی خوبه ولی اون که تاجر نیستش که میگه پس میگید که من برم از یک تاجر درخواست بکنم بیاد من رو گرانتی بکنه میگه بله باید که این قرارداد این اساسنامه ها مشخص باشه بعد میگردم به نکته دیگری در همین خاطرات ابتحاج. میگم که بدونید که کجا ما بودیم در حال حاضر چی کار میکنیم یک سناتوری میره پیش محمد رضا شاه و درخواست میکنه که به ابتهاج دستور بدید که من یه وامی رو میخوان به من یه وامی رو بدن محمد رضا شاه میگه که من خودم درخواست کردم که به خواهر من اشرف یک وامی رو بدن ابتهاج قبول نکرده میخوای به تو وام بدن اون محمد رضا شاه بوده امروز نگاه بکنیم کجا هستیم امروز آقای روحانی دور دومشون رو انتخاب شدن منتصب شدن هر چی اسمش رو بخواید بگذارید هیچ تفاوتی نمیکنه با اون همه قول و قرارها با اون همه هیجان ها با اون همه فریب دادن ها اون بازی های نمایشی هایی که به وجود آوردن اون مردمی که از روی استیصال برای اینکه یک حد اقلی براشون به وجود بیاد یک زندگی یک کمی آروم تری رو داشته باشن اومدن شرکت کردن رای دادن من به همهشون احترام میگذارم حتی به اونها اون قاتل هایی که با اون بچه ها اون زمینه اجتماعی است که اون قاتل رو به وجود میاره اون پدر بزرگ حتما نمیخواد به اون نوه تجاوز بکنه این فرهنگیه که جمهوری اسلامی به وجود آورده اون کسانی که اون بچه سه ساله رو میدوزدن که برن بهش تجاوز بکنن اونها الزامن اینطوری به دنیا نیامدن شما برید روسری خانم ها رو جلوش رو بگیرید که پایین نیاد این بحث اصلی جامعه ماست اینجاست که وقتی که مصاحبه میکنن با اون دخترای جوونی که یا روسریشون عقب عقب یا یک کمی روسری دارن میگن که دوران انتخابات ما میتونیم حرف بزنیم چون دیگه با حجاب ما امروز کاری ندارن این بدبختی جامعه ماست اینجاست که آدم فکر میکنه که آقای روحانی در فکر این نیست که پاسخ به جامعه 24 میلیونی به قول خودش رای دهنده به خودش نگاه بکنه آقای روحانی به دنبال اینه که رهبر رو راضی بکنه آقای روحانی به دنبال این نیست که بتونه رئیس جمهور باشه آقای روحانی به دنبال اینه که همونطوری که آقای خاتمی میگفتن و میخواستن و انجام دادن یک تدارکاتچی باشه به فکر بچه های ایران باشین به فکر آینده مملکتمون باشین من بازم ادامه میدم این قضیه رو خیلی سپاسگزارم